درود بر شما به باخبر شبانگاهی ایران شهر خوش آمدید. امروز 19 شهریور 2582 ایرانی بود و 10 از ماه سپتامبر 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار شبانگاهی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب در ابتدا بسیار باید تشکر بکنم از این همه مهر و محبت شما که با لایک های خودتون و به خصوص با کمک های مالیتون با کلیک کردن روی دکمه سوپر تانکس یار و یاور ایران شهر هستید. بسیار از محبت های شما متشکریم. اما در این بخش میخوام به مسئله بپردازم که بسیار بزرگ نمایی شده. به خصوص در کجا؟ به خصوص در شبکه های اصلاح طلب و جمهوری خواه و یا رژیم اسلامی و دیگران که خیلی عکس العمل های بزرگی داشتن به این موضوع که به نظر من اونقدران بزرگ و مهم نیست و دلیلش الان برای شما توضیح میدم. ببینید خبری در اومد روز گذشته در اجلاس سران 20 در هند. خبر میگه توافق بر سر احداث کریدور حمل و نقل رقیب چین، روسیه و ایران در حاشیه نشست گروه 20. خب این گروه 20 که یکی از گروه های جانبی گلوبالیسم جهانی بود که بسیاری کشورها درش شریک بودن و سهیم بودن و الان هم هستن ولی دیگه به نظر میاد که در حال فروپاشیه، در دهلی نو در هندوستان جلسه داشتن. اصولا در این جلسات رئیس جمهورا و سران دولت های این کشورها میرن. در این نشست به خصوص اما سران کشورهای چین و روسیه حضور نداشتن و به جای اون وزرای خارجهشون رفته بودن. خود این نشست نه تنها بسیار بسیار نشست میشه گفت ضعیفی بوده و جو بایدن با اینکه بزرگترین حامی ادامه و پشتیبانی اوکراین در جنگ اوکراین علیه روسیه است و بیش از 100 میلیارد دلار تا تخمینا گفته میشه بین 100 تا 130 میلیارد دلار تا الان کمک بلاعوض کرده به اوکراین، خودش بلند شده رفته اونجا و در نهایت بیانیه‌ای در این اجلاس صادر شده که حتی در اون بیانیه روسیه در اون محکوم نشده. یعنی جو بایدن به قدری آدم ضعیفیه که خودش از جنگی حمایت میکنه که حاضر نیست علیه اون جنگ بیانیه بده و حاضر نیست دیگر کشورها رو ترغیب بکنه به موضع خودش در این جنگ و از پول ملت آمریکا اینجور ریخت و پاش داره میکنه در این جنگ. حالا این موضع ضعیف جو بایدنه، اما در حاشیه این نشست یک قرارداد امضا شده که بسیار گنده شده. بی بی سی و رادیو فردا و رسانه‌های چپ عموماً اینو خیلی گنده نشوندن که بسیار این طرح بزرگ استراتژیکیه. مثلا رادیو فردا نوشته قرارداد توسعه کریدور ترانزیتی هند، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا در حاشیه نشست 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز شنبه 18 شهریور ماه در دهلی نو امضا شد. این قرارداد چیه؟ این قراری بین چند کشور که همین الان بین کشورهایی که الان اینو امضا کردن و قرار اینو اجرا بکنن تخاصم وجود داره. مهمترینش عربستان و اسرائیل که هنوز حتی نزدیک به هیچ توافقی هم با هم نیستن، به جز اون کشورهای عرب مثل قطر در این شریکن که اصلا اینا حامی فلسطینیان و گروه‌های تروریست فلسطینی هستن. ببینید نه تنها کسی که این رو طراحی کرد که جو بایدنه، فوق‌العاده الان موقعیتش لرزانه. الان در ایالات متحده اکثریت قریب به اتفاق دموکرات‌ها که قرار رأی بدن جو بایدن نمیخوان اون شرکت بکنه در انتخابات بعدی و مخالفش هستن. به جز این الان خود اون سیاسیونی که جلوی تعقیبات و دادرسی های قضایی علیه خود جو بایدن و خانواده‌اش گرفته بودن الان نظرشون عوض شده. الان پسرش داره روبرو میشه با محاکمات بزرگ. دلیل چیه؟ دلیل اینه که اینا مطمئنن الان جو بایدن سقوط خواهد کرد در انتخابات. چرا؟ چون میزان محبوبیت و میزان دادها و آرایی که الان در نظرسنجی ها جمع شده نشون میده که جو بایدن وضعیتش بسیار مشابه جیمی کارتر در انتخابات که در دور دوم او شرکت کرد و شکست خورد. یعنی شکستش قطعی هستش. بنابراین اینها انتخابهای محدودی دارن و احتمالاً اون رو برکنار میکنن تا جایی که الان معاونش، معاون رئیس جمهور آمریکا که کامالا هریس یک سفیه به تمام معناست. یعنی بسیار از خود جو بایدن که الان عقلش زائل شده احمق‌تر در حالت عادی. این آدم اعلام کرده که من آماده ریاست جمهوری هستم و احتمال بسیار زیاد تا هولوش آخر همین سال میلادی که هستیم جو بایدن رو قانع بکنن که استعفاش اعلام بکنه، چون اگر نکنه به احتمال بسیار قوی کنگره آمریکا او رو استیضاح خواهد کرد و اگر استیضاح بکنه
با اینکه اکثریت مجلس سنای آمریکا الان دموکرات هستش، دموکرات‌ها هم از این استیزا حمایت می‌کنن و میتونه رأی انقدر قدرتمند بشه که جو بایدن رو به زور برکنار بکنن و دلایلش رو در بخش‌های دیگه توضیح میدم، چون این به نفع دموکرات‌ها الان. قبل از اینکه کار به جای باریک بکشه و وارد انتخابات بشه جو بایدن و وارد مرحله انتخاباتی بشه که اول سال 2024 خواهد بود این وضعیت، باید جو بایدن رو خود دموکرات‌ها برکنار بکنن تا اینکه بتونن جایگزین جدیدی برای او اعلام بکنن. حالا در این شرایط بسیار متزلزل، جو بایدن شروع کرده به قمارهای عجیب و غریب. مثلا یکی از این قمارها همین طرحی که الان اعلام شده. طرح چیه؟ قراره از عربستان انرژی بره به بنادر عمان، در اونجا سوار کشتی بشه، بعد دوباره در کشتی برده بشه به هندوستان و اونجا پیاده بشه. این چیزی که الان داره اتفاق میفته، الان چیز خیلی خاصی نیست که میگن آقا طرح استراتژیک. از اون گذشته اما موضوع هند. ببینید الان در از پایان گلوبالیسم و اینکه چین باید کنار گذاشته بشه در این داستان، الان بسیاری کشورهای جهان با این مواجه شدن که اگر هزینه تولید دیگه اون هزینه تولید چین نباشه، بسیار گرانتر خواهد شد. مثلا خود اپل، همونطور که من به شما گفتم، ناچار صنایعش رو منتقل بکنه به کشورهای دیگه، به خصوص ممکنه بخش بزرگ و استراتژیکش رو در آمریکا نگه داره. الان قرار اپل گوشی‌های جدیدش رو در هندوستان تولید بکنه. تخمین زده میشه که گوشی جدید اپل ارزون ترینش احتمالاً 35% گرونتر از گرونترین گوشی اپل مدل قبلی و مدل سال گذشته خواهد، و گوشی های جدید اپل ممکنه تا قیمت $2,000 بالا بره مدل های مختلفش. چرا؟ به خاطر اینکه فقط تولید رو از چین بردن هندوستان، نبردن آمریکا. اگر ببرن آمریکا ممکنه $3,000-$4,000 بشه یک اپل، یک گوشی اپل. همونطور که میگه اینا همه تبعات پایان گلوبالیسمه، و گلوبالیسم که تموم میشه دیگه اون قیمت ها مثل سابق نیست. این دست و پا زدن کشورها، به خصوص مثلا اروپایی‌ها یا مثلا عرب‌ها، میخوان سوء استفاده بکنن این شرایط. حالا سوء استفاده که چه عرض بکنم، استفاده بکنن از این شرایط و یک کوریدور جدید بسازن. و بسیاری در رژیم گفتن که این برای دور زدن چینه، که ممکن تا حدی باشه اما عملی نیست. یعنی این بار زدن و پیاده کردن و بار زدن خودش هزینه‌های زیادی داره. بسیاری اینو نمیدونن، اما حمل و نقل با کشتی 1/7 هزینه حمل و نقل با ریل رو داره. طرح اینا اینه که کالا، مثلا گوشی اپل، بار زده بشه از هند، بعد با کشتی آورده بشه به عمان، بعد در عمان چه اتفاقی بیفته؟ بار ریل قطار زده بشه و برده بشه به عربستان، از میان بیابان بگذره، بعد برن به اردن، بعد اردن برن اسرائیل، بعد اسرائیل دوباره بار کشتی بکنن ببرن کشورهای مختلف از جمله اروپا و جای دیگه پیاده بکنن. یعنی این دوباره آنچنان چیزی نیستش که خیال بکنی جایگزین گلوبالیسم. گذشته از این مشکلاتی که وجود داره در سر راه، این بزرگه. یعنی این راه‌های حمل و نقل ناامنه. عربستان داره جوری وانمود میکنه که آقا کشور ما امن، ما ثبات داریم، اما اینطوری نیست واقعا. الان من دلیلشو به شما میگم و این بخش مربوط به ایران میشه. ببینید، اما این در این وسط الان اسرائیل استقبال کرده از این موضوع. چرا؟ به خاطر که این اصلا چیز خاصی نیست، این یک مسیر ترانزیتی است. این چیزی نیستش که مثلا تصور بکنی اسرائیل تولیدش بالا میره یا مثلا عربستان تولیدش بالا میره. فقط هنده که اینجا قراره تولیدش بالا بره، اما تولید هند هیچ وقت نمیتونه به حد چین برسه. چرا؟ دوباره اینم برمیگره به همین موضوعی که میخوام در مورد عربستان و ایران بگم. ببینید، تمام مسئله ما برای آینده ایران و توسعه در هر کشوری در جهان به تولید درونی برمیگرده. مسئله تولید درونیه. یعنی که چی؟ یعنی صنایع بومی در حد کیفیت لااقل منطقه یا جهانی بالا بره. مثلا ایران صنایعی داشت مثلا ده این قرن‌های گذشته که برترین در جهان بودن. فرشی که از اونها بود، مثل ایران هیچ کشوری در جهان فرش نمی‌بافه. اما همین الان هندوستان بازار از ایران دزدیده. نقشه‌های ایرانی رو می‌دوزن می‌برن تو هندوستان، با کیفیت پایین می‌بافن، بعد میان به نام فرش ایرانی می‌فروشن به جهان، و چون ارزان‌تره خیلی هم گول می‌خورن، میرن می‌خرن. اینو ما تمامش می‌کنیم داستان. حالا بعداً بهش می‌برزم چطور میشه این داستان فرش رو درست کرد، ولی این طرح رو ما در اختیار جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت. بنابراین تولید داخلی و تولید بومیه که مهمه. مسئله که هندوستان داره و تفاوتش با چین چیه و چرا هیچ وقت نمی‌تونه قیمت تولید در هندوستان با چین رقابت داشته باشه؟ ببینید، برمیگره به فرهنگ یک جامعه. ببینید، در یک جامعه مردمی به جای میرسن که بخوان برسن. تفاوت زندگی هندی و چینی رو اگر شما با هم دیگه مقایسه بکنید به خوبی مشخصه.
زندگی چینی بسیار سطح بالایی نداره. مثلا مثل اروپایی‌ها نیست، دنبال رفاه زیاد نیستن چینی‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه فرهنگ و فکرشون در جامعه اجازه نمیده از اون بالاتر برن. یعنی نهایت چیزی که میخوان همینه، بالاتر از این رو دنبالش نخواهند. برای همینه که بسیاری شهرهایی که دولت چین ساخته الان شهر ارواحه. یعنی شهر توش ساختن مثلا 10 تا آسمون خراش توشه، چندین هزار واحد مسکونی خالی توشه، هیچ کس تو اون شهرها نیست. ببینی فقط مثلا چند هزار نفر هستن که نگهبان این شهران، همین، هیچ سکنه اون شهرها نداره. چرا؟ به خاطر که مردم چین و اکوسیستمش و جامعهش و فرهنگش نمیخواسته بیاد اینجا ساکن بشه. هر چقدر شما دیکته میکردی که آقا باید بیا اینجا ساکن بشیم، ما داریم شهر میسازیم، ما نمیخوایم آقا، مثلا زندگی رو من نمیخوام، من دوستم همجوری که هستم باشم و همین چیزا که دارم برام کافیه و بیش از این تو زندگی نمیخوام. این اصل داستانه، فرهنگ کف جامعه، اصل داستان اینه. دستوری حکومت کردن مثل عربستان و سعودی. الان بن سلمان مثلا خیلی جوونه، خیلی مثلا انرژی داره، تخیلاتی داره که واقعا با عقل جور در نمیاد. شهرهایی که داره طراحی میکنه بسیاریشون فاجعه سرمایه گذاری خواهند، مطمئن باشید. اینا دارن میگن که ما از بالا دیکتوار فشار میاریم به جامعه که آدم بشه و بهتر بشه و میشه. چرا؟ چون ما میخوایم، چون من قدرت دارم و میخوام این کارو میکنم. ما قبلا میدونیم این اتفاق چی بوده. یعنی پادشاه ایران آریامهر با میهن دوستیش و میخواست ملتش بالا بیان، این فشار رو ایجاد کرد. بعد خودش در کتابش اعتراف کرده که این فشار زیادی بوده و جامعه نمیخواست اینجا بیاد. جامعه خرافات زده، نژاد پرست، سید پرست، عرب پرست که حل شده در روده های علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی، خب نمیخواست به جایی برسه و اینجور پادشاهی میهن پرست رو از کشور بیرون راندن و ایران رو و نسل‌ها رو به خاک سیاه نشوندن و هنوزم بعضی از نوادگانشون و بچه‌هاشون دستبردار نیستن. خوشبختانه در این 40 سال گذشته ما یک پروسه میشه گفت تصفیه فکری در ایران رو شاهد بودیم و واقعا رنسانسی در راه. و تفاوت ایران آینده با عربستان و هندوستان و اینا این خواهد، کوریدور زدن اینا چیز خاصی نیست، تولید ایجاد نمی‌کنه. اما چه چیز تولید ایجاد می‌کنه؟ اینکه کف جامعه، اون پایین‌ترین طبقه جامعه ببینه که آقا من لیاقت دارم همین چی داشته باشم، من لیاقت دارم ماشین داشته باشم، بهترین ماشین داشته باشم، بهترین خونه رو داشته باشم، من لیاقت دارم خونه بزرگ داشته باشم، چند خوابه، لیاقت دارم خانواده بزرگی داشته باشم، مرفه باشه، چندین دست لباس داشته باشم، چند دست کت شلوار داشته باشم، کفشم بهترین جنس چرم باشه. این رو پایین ترین طبقه جامعه باید بدونه که لیاقتش رو داره. خوشبختانه به راحتی بیش از 80 درصد جامعه ایران بجز 20 درصد جامعه فوق العاده خرافه زده که به نظر من هر سال که میگذره این بخش و این درصد پایینتر و پایینتر میاد، داره از این جدا میشه. اما به چیزی باید گرایش پیدا بکنه و گرایش پیدا کرده و خواهد کرد، چیزی که نه عربستان و سعودی، نه هندوستان و نه هیچ کشوری بجز اسرائیل در منطقه ما نتونسته اون رو انجام بده، اون چیزی که ما انجام خواهیم داد و کاری که ما خواهیم کرد. و اون چیه؟ بالا آوردن جامعه از کف. ما دیگه به دنبال این نیستیم که بیایم دستوری بگیم آقا تو باید این کار رو انجام بدی. نه، این نیست داستان. اصلا ما به خصوص طیف پادشاهی خواه و میهن پرست و حالا نمیگم 100 درصدش، لااقل ما در ایران شهر اصلا به فکر این داستان نیستیم. کاری که ما داریم میکنیم چیه؟ کف جامعه رو بیاریم بالا. کف جامعه باید به بالا نگاه بکنه، بگه من میخوام، من همه چیز رو میخوام، من بیزینس میزنم، من موفق میشم، من کاسبی موفق ایجاد میکنم، من از فرصت ها استفاده میکنم برای اینکه زندگی خودم رو بهتر بکنم. و وقتی کف جامعه این رو میخواد چه اتفاقی میفته؟ جامعه از پایین بالا میاد. وقت جامعه است که از حکومت و دولت میخواد آقا اینترنت باید کیفیتش اون چیزی باشه که من میخوام، آزادی برای تجارت در اینترنت باید اون چیزی باشه که من میخوام، چیزی که تو داری میگی پایینه، فوراً تامین بکن. و الان شما دارید میبینید طرح ها و برنامه هایی که شاهزاده داره کار میکنه، پیش زمینه ها رو از همین الان آماده کرده برای اون خواستگاه جامعه ایران. اما خواستگاه جامعه ایران باید بالا بیاد و دستوری نمیتونی بالا بیاد. مثلا اینجوری نیست که ما بگیم آقا جوان ایرانی تو باید بخوای بعد او بخواد. نه، اینجوری نیست، هیچ وقت اینجوری کار نمیکنه. جوان ایرانی باید بدونه چرا باید بخواد. جوان ایرانی خودش باید به این نتیجه برسه که باید بخواد. این بر پایه چیه؟ یکی از چیزایی که شاهزاده مدام روی اون تاکید داره فرهنگ سازیه. باید در مورد این موضوع فرهنگ سازی بشه. در مورد اون موضوع باید فرهنگ سازی بشه. چطور میشه فرهنگ سازی کرد؟ دستوری که نمیشه. بگی آقا باید این فرهنگ ایجاد بشه، بعد بشه. محمد بن سلمان اینجوری فکر میکنه و شکست خواهد خورد. اما شاهزاده رضا پهلوی اینجوری فکر نمیکنه. چرا؟ چون قبلا پدرش این راه رو رفته و درس تاریخی به ایران داده که اینجوری نیست که زورکی تو بگی باید بشه و بشه. بنابراین چطور میتونه بشه؟
از طریق فکر میتونه انجام بشه. یعنی چی؟ ما اون بخشی از فکر رو در جامعه ایران که در تمدن ایران در اونها ایجاد شده اما پررنگ نشده و خفه شده، توسط چی؟ توسط یک فرقه نجات پرست خارجی به نام شیعه‌گری که از بیخوبان اصلا همه چیز اینو خارجیه، یعنی مذهب که نیستن، چی سیاستن از بیخوبان، به جز اون نجات پرستن نجادی خارجی و عرب که الان یه سری از اینا که اصلا هیچ گفتمانی برای پیشرفت ندارن و جمهوری خواهان رفتن رفتن آمریکا، میگن که آقا من شاهزاده عربم. چرا؟ چون سیدم. به قدری مسخره است. اگه مثلا ما شاهزاده عرب میخوایم، خب همین علی خامنه ای هستش، مثلا تو رو میخوام چیکار؟ مگه دنبال نوبر میگردی؟ ببینید مثلا اینجاست که هر چقدر شیعه گری در ایران داره تضعیف میشه بیشتر و بیشتر، به خصوص بعد از هر اربعین، بعد از هر عاشورا، شاهد چی هستیم؟ اون چیزی که در درون جامعه و در درون هر ایرانیه که تمدن ایرانیه داره بالاتر میاد. حالا تمدن ایرانی معرف چیه؟ هر چیز پیشرفته و هر چیز متمدنی که در بشریت ایجاد شده محصول کشور ایرانه. اینو من نمیگم، قدیمی ترین کتاب تاریخ داره میگه که ما ننوشتیم، ما ایرانی ها ننوشتیم، یونانی ها دشمنان ایران نوشتن. از مفهوم ایجاد دولت گرفته که از اولین بخش های کتاب تواریخ هرودوته که توضیح میده در ایران چطور بر پایه عدالت مفهوم دولت ایجاد شد، که برمیگره به قشنگترین، زیباترین و انسانیترین مفاهیم بشری مثل تولد، مثل مثلا معاشرت انسانی، مثلا روبوسی کردن ما ایرانی ها ابدا کردیم. برای یونانی های اصلا یه چیز عجیب بوده. دولتداری و حکومتداری رو ما ابدا کردیم. اصلا مهمتر چیزایی مثل تصویبات کنوانسیون ژنو که مثلا اسرا رو باید رحم بهشون بکنی، نباید بکشیشون و همه اینا رو، اصلا اینا ابداعات ایرانی هست. یعنی ابداع کوروش بزرگه این. کوروش وقتی حمله کرد یونان و یک سری از حاکمان یونان که میخواستن حمله بکنن به ایران، پیش تصدیق کرد کوروش و حالا داستانش رو میتونید اینجا بخونید. یونان رو فتح کرد، نمیاد شاه یونان رو بکشه، بلکه شاه یونان رو میاره، دقیقا همون کار که رضا شاه بزرگ با شیخ خزعل کرد، کوروش هم همین کارو میکنه. کوروش او رو میاره به عنوان مشاورش استخدام میکنه و تا لحظه مرگش پادشاه یونان که اسیر شده بود مشاور پادشاه ایران بود. یعنی هر مفهوم زیبایی که شما ببینید در تمدن ایران، ما همه اینا رو داریم. اصلا نیازی هم نداریم الان بریم ببینیم الان رئیس جمهور آمریکا چی میگه، 4 تا دانشگاه کمونیست ووک آمریکا الان چی دارن درس میدن. اینا رو بذارید دور. ما هر چی داریم از خودمون میتونیم استفاده بکنیم. چرا باید این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه اون وقته که جامعه ایران از پایین بالا میاد، ایرانی مفاهیمی مثل آزادی، مثل دادگری، عدالت و همه اینا رو جدی میگیره، به شرط که ایرانی باشه، به شرط که مال خودمون باشه. اون وقتی که براش معنا میده، اون وقتی که میتونه بر پایه اون فکر بکنه و بر پایه اون فکر فرهنگی که شاهزاده رضا پهلوی مدام روش تاکید داره ایجاد بشه. کاری که ما داریم میکنیم اینه. این یک کلیتی بود که در این مورد گفتم. حالا به جزئیاتش به مرور خواهیم پرداخت و اصل موضوع حتی در پادکست ها نخواهد بود، سعی میکنیم در آینده منتشر بکنیم، ولی کاری که ما داریم میکنیم اینه و کاری که باید انجام بشه اینه. این کوریدورها و این حرفای قلمبه سلمبه که دارن میزنن، آقا کوریدور استراتژیک، اینا اولا که اینو بدونید جهان در حال فروپاشی گلوبالیسم. در این پروسه بین 10 تا 20 سال احتمالاً بسیاری تغییراتی شما شاهد خواهید. هی انواع جلسات و اجتماعات به وجود میاد و عزم این میره. یعنی انقدر این داستان خود این گروه جی 20 مسخره است الان، یعنی اصلا نباید وجود داشته باشه و وجود نخواهد داشت در آینده. چرا؟ مهمترین اعضای این مثلا مثل عربستان و آفریقای جنوبی و برزیل و روسیه و چین که همینجا در کنار رئیس جمهور آمریکا نشستن و حضور داشتن، اینا اومدن یک اجتماع جدید ساختن به نام بریکس که هدف اصلی این برابری و رقابت با آمریکا و به خصوص ایجاد یک ارز جدید برای رقابت و کنار زدن دلار آمریکاست در دادستانهای جهانی. یعنی اصلا اینا با هم جور در نمیادین چرت و پرتا که بایدن میره بلند میشه میره اونجا با اینا صحبت میکنه، جلسه میذاره، چیز امضا میکنن، مسخره است اینا. اینا هیچ کدوم جواب نخواهد داد. اما الان گلوبالیسم داره به پایان میرسه. یعنی اپل دیگه قرار نیست تو چین تولید بشه، باید جای دیگه ای تولید بشه. شرایط بسیار در حال تغییر و تغییرات خواهد بود. این به وجود میاد، شکست میخوره، اون یکی وجود میشه شکست میخوره. اما طی 10 سال آینده به خصوص پس از تغییر رژیم ایران، شرایط دارای ثبات بیشتری خواهد شد. در این بین بسیاری از این جلسات خواهیم دید. هیچ کدوم از اینا رو جدی نگیرید. اهمیت خاصی نداره. اهمیت چه داره؟ اینکه کدوم جامعه میتونه از کف بالا بیاد، تبدیل بشه به تولید کننده
تبدیل بشه به یک جامعه متعادل و عرفی. تنها جامعه‌ای که در تمام این گروه‌ها، یعنی مثلا جامعه عربستان سعودی اصلا این چیزایی که بن سلمان داره دیکته می‌کنه قبول نداره بسیارشون. این آزادی زنان اون اصلا خود زنانشون قبول نداره. چه برسه به مردانشون. تو جامعه ایران دارید می‌بینید یکی از اشتباهات بزرگی که اتفاق افتاد در این موج مهسا این بود که اومدن گفتن این انقلاب زنانه. وقتی اینو گفتن منشی بود، منشی که مردا باش مخالفن، زیاد پاش نیستن. در صورتی که دیدیم جونها رو گذاشتن پسرای ایرانی برای احقاق حقوق زنان که بخشی از خواستهاشون بود، تازه همش هم نبود، بخشی از خواستها بود. و اینکه این انقلاب زنانه خیانت بود به خود این موج و به خود مهسا امینی و به خود تمام این جاویدنامه. برای همینه که ما باید از این موج رد بشیم. حالا نمیخوام سرتون درد بیارم. بنابراین این اتحادها و این سیاست‌های دیکته‌وار، مثلا رئیس جمهوری که الان در حال برکناری اومدن طرح‌های تخیلی دادن، طرحی که اصلا هیچ کدوم نمیتونه جایگزین گلوبالیسم بشه. گلوبالیسم بر پایه این بود که بار زده میشه به کشتی با یک هفتم قیمت هزینه حمل و نقل ریلی میره اون سر دنیا پیاده میشه. الان برای اینکه بخوان فقط کالا و انرژی رو از آسیا برسونن به اروپا باید چند بار پیاده بشه سوار بشه، پیاده بشه سوار بشه. اصلا این صرف نداره واقعا، نه کالا و نه انرژی، تخفیف ویژه‌ای نمیخوره. گلوبالیسم تمام شده و راه حل آینده‌ای نیستش که دوباره بخوای یه چیزی رو جایگزین اون گلوبالیسم بکنی، بلکه باید کشورها به صورت منطقی تامین انرژی بکنن، ایجاد صنایع بومی بکنن که بتونه استانداردهای بالایی تولید بکنه. ایران بدون شک با بالا اومدن فکر کف جامعه، با خواستگاه جامعه چنین امکان و پتانسیل داره. نقشاش آماده است، جامعه ایران آماده است، هم در زمینه انرژی و هم در زمینه تولید قطعاً ما خواهیم دونست این کارو انجام بدیم. اما بدون هیچ شکی تنها بخشی که میتونه در جامعه ایران چنین دیدگاه ایجاد بکنه، چنین فکر ایجاد بکنه، بخش میهن پرست و ملی گراست. چرا؟ چون جمهوری خوان حتی در غرب به بنبست خوردن. یعنی الان جمهوری آمریکا رو شما نمی‌بکنید، واقعا فاجعه است به لحاظ سیاسی. فاجعه است. و هیچ کشوری نباید، به خصوص کشوری که اینقدر مهمه در جهان، در چنین بنبست‌های سیاسی فاسد گرفتار بشه. جمهوری حتی در اون کشورها هم جواب نداد. به جز اینکه الان گفتمانی ندارن. اینا به بنبست خوردن. الان کارشون شده گیر دادن به پادشاهی خان. پادشاهی خان اون وقت چیکار می‌دارن می‌کنن؟ دارن برنامه‌ریزی می‌کنن برای آینده ایران. دارن از کف جامعه رو بالا میارن که بتونه صنایع رو تولید بکنه، بتونه ببینه آینده رو، بخواد آینده رو اصلا. و این کاری هست که ما خواهیم کرد. بنابراین باید با قدرت در این راه حرکت بکنیم. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. تا با خبر بعدی، بدرود.